فرمانده داره اینترنت و فضای سایبر در جهان. وقتی که اطلاعات شما قدم به قدم، لحظه به لحظه داره توسط سازمان NSA جستجو میشه، حالا باید دعوا را بیفته تلگرام یا غیر تلگرام؟ بیست ساله دارم توی رسانه‌های این مملکت و دانشگاه‌های این مملکت تذکر میدم که اینترنت یک سازمان نظامیه. اینترنت در آمریکایی که به وجودش آورده دست سازمانیه به نام NSA، National Security Agency. مثل وزارت ارتباطات ما، آمریکایی‌ها سازمانی دارن به نام AT&T، یعنی پست تلگراف تلفن. او خودش کاربره اینترنت که در چین، در انگلیس، در روسیه، در آمریکا، در هر جای پیشرفته ای اینترنت دست نظامیات، دادنش دست وزارت ارتباطات. شورای عالی امنیت ملی صدا کرد چند سال پیش، آقا این سازمان NSA چیه؟ رفتیم با آقایون رو پرده پرزنت کردیم، آقا اینه یه سازمانیه کنار جاده بالتیمور، شمال واشنگتن دی سی، زیر زمین 9 هکتار سوپر کامپیوتر داره، روزی 3.5 میلیارد پیام رو رصد و جمع‌بندی میکنه برای تمام بخش خصوصی، یعنی گوگل، فیسبوک، توییتر، مایکروسافت و موارد دیگه، برای همه این مجموعه کنشگرا و سازندگان نرم افزار و کنشگران فضای سایبر پروتکل اجرایی میده. سازمان NSA تا 3 سال پیش فرماندهش و اینترنت جهان فرمانده داره. فرماندهش جنرال کیت الکساندر بود. الان فرماندهش 2 سال و نیم 3 سال یک ادمیراله. یک دریابان، دریا سالار. دریا سالار راجرز. لپتاپتون رو باز میکنید، خیره میشه، تازه خریدید، دارید آمادهش میکنید، ویندوز ریختید توش، خیره میشه تو چشمی وبکم، چشم شما رو اسکن میکنه، فینگر تاچ و فینگر پرینت رو لمس میکنید، اثر انگشتتون رو این ویندوز ثبت میکنه، صحبت میکنید دور و بر کامپیوترتون، تونالیته صداتون رو ضبط میکنید. اولین بار که با این اینترنت، با این ویندوز کانکت شدید تو فضای سایبر، این چیپی که روی این کامپیوتر شما هست، این یه کد 13 رقمی داره، سریع اطلاع میده به سازمان NSA که اون چیپ به خصوص که توسط چینی ها، ژاپنی ها، کره ها، تایوانی ها و دیگران رو فلان کامپیوتر قرار گرفته، تو ایران دانشجوش دانشجوی امیرکبیره. از خونه وارد سایت دانشگاه میشید، انتخاب واحد کنید، معلوم میشه شما کی هستید، کدوم دانشگاهید، میرید حساب مالیتون رو چک کنید، معلوم میشه وضعیت مالیتون چیه، میرید آزمایشگاه و بیمارستانی که رفتید آزمایش دادید، معلوم میشه بیماری شما چیه. روزی 3.5 میلیارد پیام رو بدون دخالت انسان با 9 هکتار سوپر کامپیوتر توی کنار جاده بالتیمور، وقتی زیر زمین چیده شده که تو جنگ اتمی هم نابود نمیشه، این مغز جهانی. شما نشستید بغل هم دیگه، نیم متر فاصلتون دیگه، شما الان ایمیل بزنید به دوستتون، ایمیل شما میره مثلا تو آتلانتا، تو جورجیا، برمیگرده میاد میرسه به دوست بغل دستتون. مغز جهان 3-4 تا کار اصلی میکنه، سیستم های عامل، ویندوز، اندروید، لینوکس، اوپن سورس ها و غیره، همه رو اون پروتکلش میده بنید. ما همه رو جمع کردیم اینا. دوم موتورهای جستجو مثل گوگل و غیره. سوم ساختار شبکه‌های اجتماعی که حالا دیگه اول فیسبوک و توییتر و یوتیوب بود، حالا رسیده به مثلا ویچت و نمیدونم وایبر و واتساپ و تلگرام و غیره و زالک. چهارم مقررات امنیت شبکه. نقشه و پلت و ساختار NSA رو ببینید، پدر ما در اومد تو 10 سال تا اینو تهیه کردیم، نیست تو فضای سایبر. این ساختارش ما باید یک سازمان داشته باشیم مثل NSA. همه این 4 تا کار خودش انجام میده. سازمان NSA زیر نظر وزارت جنگ آمریکاست و خود وزارت ارتباطات ما که شبیه اون AT&Tه، این باید کاربر باشه، نه بیاد مسئلهش بشه شغل. تو تلگرام میخوام ایجاد کنیم 100 هزار تا شغل، هست و نیست، امنیت کشور رو بدیم بره. آقا خیانت در این مملکت اینترنت دست نظامی ها نباشد. در آمریکا دست وزارت دفاع، در انگلیس اسمش GCHQه. GCHQ رو نگاه کنید، دست کی؟ سازمان GCHQ. برید ببینید در روسیه کجاست، برید ببینید در رژیم صهیونیستی دست کیه، برید ببینید تو چین دست کیه. وقتی مردم رو نمیتونی توجیه کنی، بعد میگن آقا اطلاعات ما رو وزارت اطلاعات میبره. نه خیر، اطلاعات ما همین الان هست و نیستش دست سازمان NSA. از
وزیر امور خارجه وقت آقای دکتر متکی مصاحبه کرد، گفت 40 روز مونده به انتخابات سال 88 پروازهای لندن به تهران چند برابر شده بود. فتنه که شد و شلوغیا که شروع شد، بعضی رو مثلا تو میدون توحید میگرفتن، یه تعهد اولی ازش میگرفتن تو کلانتری ولش میکردن میرفت، 3 ساعت بعد تو هفته تیر میگرفتنش. آقا مگر تو رو دستگیر نکردید؟ گفت بابا ما رو تو انگلیس گرفتن، یه اینقدر اطلاعات گذاشتن جلومون، دیدیم بابا انگشت کردیم تو دماغمون، اینجا سازمان MI5 ضبط کرد. حد از شویی رفتن، هر اتاق پرو بی رفتن، هر تخت خوابی بودن، هر شیطنتی کردن. اینقدر از اطلاعات داریم، بلند میشه میره خیابون تهران میزیدن. تا چیزتو داره، چشمتو داره، اثر انگشتتو داره و تونالیت صدات رو. یه شخصیت از شما میسازن، آواتار شما رو میسازن که این آدم علاقش چیه؟ از نظر فرهنگی، سیاسی، اخلاقی. هاشو میذاره توی اروپا و آمریکا و دبی و تایوان و هنگ کنگ، کاری به مدارک هویتیت ندارن، ممکنه جعلی باشه. آمریکا با این کشورها قرارداد داره، یکی افسر پشت گیت ورودی فرودگاهشون نشسته. شما رو یه لحظه نگه می‌دارن، چشم شما رو اسکن می‌کنن، اثر انگشتتون رو چک می‌کنن، اون داره آنلاین از خود NSA اطلاعاتو می‌گیره. خواستید ببینید چه جوری عمل می‌کنه؟ سریال 24 و سریال هاملند رو ببینید. تک تک شماها الان کلی اونجا پرونده دارید. بسته به نوع لپتاپتون، تبلتتون و کامپیوتر و موبایلتون. شخصیت شما رو بازسازی میکنه، پاتون رو میذاره توی مثلا اروپا، میگه اینو دیپورتش کنیم، دستگیرش کنیم، یا اینکه مثلا کنترلش کنیم یا ولش کنیم. میگه ولش کنید، یا میگه نه اینو کنترل کنید. وقتی میخوان طرفو کنترل کنن، میدونن علاقه جنسیش چیه، علاقه سیاسیش چیه، علاقه فرهنگیش چیه. وقتی نمیای اینا رو برای مردم توضیح بدی، وقتی نمیای اینا رو شفاف کنی، طرف میگه آقا اگر الان ما رفتیم توی شبکه‌های اجتماعی ایرانی، اطلاعات ما رو وزارت اطلاعات میگیره، اگر رفتیم اونجا اطلاعات ما رو دست ایش کی نیست. 10 بار من رفتم نشستم توی تلویزیون، اینا رو اسنادش رو پرده نشون دادم، 100 تا دانشگاه اینا رو برای بچه‌ها تبیین کردن. اینا سال 1989 یه سریال تهیه کردن به نام Person of Interest. خواهش می‌کنم این سریال رو ببینید. در مورد سازمان NSA، یک گروه از مامورای NSA فرار کردن، اومدن بیرون، دارن در مورد اینکه چه جوری مردم تو آمریکا توسط NSA کنترل میشن، مواردش رو میگن. حالا یه قلمش میشه اشلون، موارد دیگه. ما نیاز به سازمان NSA داریم. من شورای عالی امنیت ملی رو توجیه کردم در 10 سال گذشته. کمیسیون امنیت ملی مجلس رو رفتم توجیه کردم، همین اطلاعات رو دادم. این یک پک DVD داره، 4 تا DVD چند هزار صفحه پروتکل NSA رو که ما گیر آوردیم، چجوری میگه مثلا به مایکروسافت، به نمیدونم لینوکس، به جای دیگه میگه این کار رو تهیه کنید. وزارت ارتباطات، شخص وزیر جلسه گذاشته، معاونین رو جمع کرده، همه رو جمع کرده، رفتیم اونجا 2-3 ساعت توضیح دادیم، اطلاعات دادیم بهشون که آقا شما باید برید کنار از سر راه، شما خودتون کاربرید. رفتیم ستاد کل نیروهای مسلح، 11 جلسه مسئولین ستاد کل نیروهای مسلح رو توجیه کردیم. گفتم پیشنهاد ما این بود که یا یه وزارت خونه را بیفته، ترکیب وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات زیر نظر دولت بشه وزارت NSA، یا اگر میگه تو بازی‌های سیاسی دولت ها صدمه میخوره، مثل صدا و سیما زیر نظر رهبری باشه، یا بره زیر نظر ارتش یا سپاه بشه یک نیروی مستقل. حالا از سطح استراتژیکی افتادیم تو سطح تاکتیکی، دعوای تلگرام و آیگپ و نمیدونم سروش و این و اون. ما دعوا تو این سطح نداریم. خیانت تو این مملکت که اینترنت دست وزارت ارتباطات باشه. اگر این غربگراها، اصلاح طلبا، اعتدالگراها قبلشون آمریکا، توی آمریکا شبیه وزارت ارتباطات ما میشه AT&T، پست تلگراف تلفن. اون خودش کاربره. دست کیه؟ دست وزارت دفاع، دست سازمان NSA. یک دوجین جنرال و آدمیرال بالا سرشن.